سلام دوستان، امروز با آموزش مربای توت فرنگی از کانال خوشمزه در خدمتون هستم. برای درست کردن این مربای خوشمزه احتیاج داریم به توت فرنگی، شکر و آب لیموی تازه. من اینجا برای هر یکی دو توت فرنگی 250 تا 300 گرم شکر استفاده میکنم و حدود 2 تا 3 قاشق غذاخوری آب لیمو. میزان شکر سلیقه‌ای هست. اگر دوست دارین شیرین تر باشه میتونین مقدارش رو تا 500 گرم افزایش بدین. توت فرنگی ها رو میشوریم و سرش رو میگیریم. هر توت فرنگی رو من اینجا خرد میکنم، ولی شما میتونید به صورت درسته یا به صورت نصفه هم استفاده کنید، یا اگر دوست دارید کامل حالت مارمالاد بشه میتونید داخل غذاساز هم پوره بکنید. بعد شکر رو روی توت فرنگی ها میریزیم، درش رو میپوشونیم و اجازه میدیم در محیط آشپزخونه حدود حداقل 4-5 ساعت و یا یه شب تا صبح بمونه. من اینجا توت فرنگی و شکر رو گذاشتم یه شب تا صبح خیس خورده. الان آماده است که روی حرارت بذاریم تا قوام بیاد. وقتی که به جوش اومد، 3 قاشق آب لیمو رو بهش اضافه میکنیم. من اینجا پوست یکی از لیموهایی که آبش رو گرفتم رو داخل مربا میندازم و اجازه میدم 10 دقیقه داخلش بجوشه. این قسمت کاملا اختیاری هست و اگر فکر میکنین که فراموش میکنین و یا طعم پوست لیمو رو دوست ندارین میتونید اضافه نکنید. بعد از 10 دقیقه پوست لیمو رو حتما خارج میکنیم. اگر بیشتر بمونه ممکنه که مربامون مزه تلخی و تندی پوست لیمو رو به خودش بگیره. بعد اجازه میدیم روی حرارت ملایم حدود 20 تا 30 دقیقه بجوشه تا قوام بیاد. دلیل این که من اینجا پوست لیمو رو با مربا حدود 10 دقیقه جوشوندم به خاطر این هستش که پوست لیمو حاوی پکتین هست و کمک میکنه به غلیظ شدن مربا بعد از اینکه سرد میشه. خب عزیزان، الان مربای ما آماده هست. از روی حرارت ور میداریم و اجازه میدیم یکم خنک بشه و داخل ظرفایی که در نظر داریم میریزیم. اگر میخواین مربا رو مدت طولانی تری نگه دارین، حتما از شیشه های مخصوص کنسرو کردن استفاده بکنید و بعد از باز کردن داخل یخچال نگهداری کنید. دوستان عزیز، مربای توت فرنگی هم آماده شد. امیدوارم که این مربای خوش رنگ و خوشمزه رو درست بکنید و خوشتون بیاد. دوستان فراموش نکنید که ویدئومون رو لایک کنید و کانال خوشمزه رو سابسکرایب کنید. همینطور صفحه فیسبوک و اینستاگرام خوشمزه رو دنبال کنید که آپدیت های جدید رو بگیرید.